امروز 20 بهمنه، میخوام برای اولین بار خودم برای خودم تولد بگیرم. پس بریم آرایشم و تا این مرحله که انجام دادم بهتون نشون بدم و حاضرشین بریم. یه کوچولو هیجان دارم. دوست داشتم که تولد امسالم بتونم یه تولد بزرگتر بگیرم، دوستای بیشتری رو دعوت کنم، ولی خب دیگه شرایطشو نداشتم. پس قرار شد امسالو خونه دوستم یه دوره همی بگیریم. آرایشی که در نظر دارم بکنم آرایش ماب وایفه که الان خیلی ترند شده. یه آرایش تیره و سنگین و اینا به حساب میاد. کرم پودر فول کاور استفاده میکنم، از کانسیلرم هم برای سایه روشن و اینا. بعد بلندش کنیم. یکم بچه ها استرس دارم، طبق معمولم دیرم شده. من نمیدونم چرا همیشه هر کار کنم دیرمه. امسال برخلاف ساله قبل رژگونه هلویی ترنده. منم از این رژگونه کره‌ای میزنم که خیلی دوستش دارم. دیشب که ساعت 12 شد و دیگه قشنگ شب تولدم به حساب می اومد، نمیدونم چرا حالم اصلا خوب نبود. یه جوری انگار که از همه ناراحت بودم، سنگین بودم. دیگه گفتم حالا که اینجوریه بشینم یه کوچولو برای خودم بنویسم. یکم که نوشتم با کودک درونم حرف زدم، دیدم همینطور اشکم داره میاد. بعدش هم یه میتیشن 25 دقیقه‌ای با حسین انجام دادم که اونم خیلی خوب بود. داشتم برای خودم مینوشتم، یه چند تا قول به خودم دادم که دوست داشتم اینجا بیام به شما هم بگم. شما هم اگه دوست داشتین از این قولا به خودتون بدین. سایه که میخوام بزنم سایه های قهوه‌ای و مشکی و ایناست. اولین قولی که به خودم دادم اینه که خودتو دوست داشته باش و قدر زندگی تو، زنده بودن تو بدون، که به نظرم خیلی مهمه. ما هممون اکثرمون یه جورایی توی این موضوع مشکل داریم، یا قدر داشته هامونو نمیدونیم، یا خودمونو دوست نداریم، قدر خودمونو نمیدونیم. این اولین قول بود. یه کوچولو به پشت پلکم رنگ دادم. حالا میخوام برم سراغ این قهوه‌ای تیره. قول دومی که به خودم دادم اینه که با زنانگیم ارتباط بیشتر و بهتری بگیرم، و این خیلی مهمه به خاطر اینکه زنها کلن موجودات شهودی‌اند، به اون قدرت کائنات متصلن، توانایی خلق کردن دارن، توانایی جاری بودن و در لحظه بودن دارن، و یه موضوع خیلی طولانیه که اگه دوست داشتین بعداً هر چیزی که بلدم میام بهتون میگم، باهاتون به اشتراک میذارم. ولی اگر که شما بتونین با زنانگی خودتون ارتباط بگیرین، میتونین هر چیزی رو که دوست دارین بهش برسین و برای خودتون خلق کنین. بیماری‌های جسمی زنانتون شفا پیدا میکنه که خودم تجربهش رو داشتم و اصلا باورم نمیشد که این اتفاق بیفته، ولی افتاد و خیلی موضوع مهمیه. برای همین یکی از قولایی که به خودم دادم اینه. سایم تا الان این شکلی شد. حالا میخوام خط چشم بکشم و ریمل و اینا بزنم، ولی چون جلوی دوربین سختم اینو دیگه پشت دوربین انجام میدم. ولی روژمو میتونم اینجا پیش شما بزنم. اول از همه میرم سراغ این خط لبه که هیچم نداره. قول بعدی که به خودم دادم اینه که بدون که اول از همه خودت مهمی، چه توی روابطت، چه توی کار و چه توی هر مسئله دیگه. بخوام براتون مثال بزنم، مثلا من یه روزی که خیلی خستم، مثلا جسمم واقعا نیاز داره که بخوابه، یه استراحتی بکنه، خودم رو مجبور میکنم که مثلا بشینم ادیت کنم. و الان میفهمم که این کار اشتباهه، به خاطر اینکه تو اول از همه باید به خودت اهمیت بدی. یا حتی تو روابطت اگه یه نفر تو رو ناراحت میکنه، باید اول از همه به خودت اهمیت بدی، پشت خودت در بیای. نباید مهر طلب باشی، بخوای از خودت، احساسات خودت بزنی که به یه شخص دیگه ای فکر کنی، به یکی دیگه بها بدی. قول بعدی که یه موضوعیه که من یه چندین سالی میشه که باهاش توی کشمکشم اینه که به اندازه غذا بخورم. من کوچولوتر که بودم، برای اینکه بقیه رو راضی نگه دارم و اون دختر خوبه باشم، عادت داشتم همیشه غذامو تموم میکردم. حتی وقتی مثلا حجم غذا بیشتر از اون چیزی بود که من جا داشتم، ولی غذامو تموم میکردم. این موضوع باعث شده بودش که من تو همه سالا هی با وزنم تو کشمکش باشم، هی لاغرشم، دوباره تو خوشم. بر همین این قولو به خودم دادم. اگه دوست داشتین راجع به اینم بعدم بیشتر با هم حرف میزنیم. با این خط لبه قشنگ برای خودم خط میکشم. قول آخرم هم الان بهتون نمیگم، دیگه برم حاضر شم که ماشین بگیرم و برم. دیگه با بیشترین سرعت حاضر شدم. اینم از وسایلم، بریم دیگه. خب بچه ها الان میخواییم بریم که میز و اینا رو بچینم، بعدم دیگه لباسامو عوض کنم و منتظر بمونیم تا مهمونا بیان.
نانا میخواییم با هم میزا بچینیم. نصف چه طور دیگه چیه؟ اینم هست. میتونیم این دوتا رو با هم. الان دارم زیتونا رو میچینم اینجوری تو ظرف که خوشگل باشه. حالا بهتون نشون میدم. اینجوری دوتا دوتا میزنم تو اینا. اینم درست کردم. یه دونه دیگه هم درست کنم. از اونام دارم. دیگه اوکیه. چنه بایزا چیه؟ اول اونو بیدی. چی؟ چه سنگینه. تو یخچال گذاشتم. وای چه گلی. این شد میز تا الان. تا حالا بعد بقیه‌شو بیارم. اینم قسمت کادوامه. چه خوشگله. خب ما آماده شدیم. منتظریم که بقیه‌ام بیان. لباسم کامل بهتون نشون بدم. بچه اومد اینا ببینین چه بامزه است. این میوه کاکتوسه چقدر خوش رنگه. سلامتی. ببین چه خوشگل شده همه چی. قلقلی و صورتی و قلبی انتخابش کردم. این شکلاتیه. اینا بعد دوست کنم دوست کنم من همیشون من درش میگم اجازه بدید من نمیسایی باشه مبارکه من چقدر زیبا من دوست دارم. شما هم که به هم کادو دادین نزدیکه که 1000 تایی بشیم. بوس بهتون. بچه ها حتما سابسکرایب کنید. سابسکرایب یادتون نره. ها 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 ها
دیگه الان هم میخوایم یه چایی بخوریم و کیکینا بخوریم و گفتم با شما خدافظی کنم. مرسی همراه هم بودین، یادتون نره سابسکرایب کنین. دیگه بوس بهتون.